شهلا ریاحی بازیگر معروف سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در 93 سالگی درگذشت. خانم ریاحی در حدود 70 فیلم سینمایی و 10 تئاتر بازی کرد. او با ساخت فیلم مرجان عنوان نخستین کارگردان زن ایرانی را هم کسب کرد. شهلا ریاحی گوینده هم بود و چند فیلم معروف از جمله برباد رفته را دوبله کرده بود. آخرین فیلمی که شهلا ریاحی در آن بازی کرد نهنگ انبر 2 4 سال پیش بود. فریناسه می‌گوید. قدرت و زمان وفادوست معروف به شهلا ریاحی، کسی که گرچه بیشتر به بازیگری مشهور بود اما نخستین کارگردان زن ایران نام گرفته. با فیلم مرجان در سال 1335 که خودش هم در آن بازی کرد. مرجان فیلم مهمی در تاریخ سینمای ایران محسوب نمی شود، اما اولین فیلمی است که یک زن آن را کارگردانی کرده. شهلا ریاحی در 14 سالگی با اسماعیل ریاحی کارگردان و فیلمنامه نویس سینما ازدواج کرد. به گفته خودش به واسطه همسرش در 17 سالگی با تئاتر آشنا شد و در بیشتر فیلم‌های او بازی کرد. اولین حضور او در تئاتر در نمایش هارون الرشید بود. شهلا ریاحی در سال 1330 سینمای حرفه‌ای را با بازی در فیلم خواب‌های طلایی آغاز کرد. موسیقی این فیلم به همین نام اثر جواد معروفی از آثار ماندگار تاریخ موسیقی ایران است. یکی از نقش‌های به یاد ماندنی او نقش انور زمان زن پولداری بود در سریال ایتالیا ایتالیا. سریال ایتالیا ایتالیا به کارگردانی نوذر آزادی در سال 1357 از تلویزیون ملی ایران پخش شد. بعد از انقلاب 57 خانم ریاحی مدتی از سینما کناره‌گیری کرد، اما در سال 1366 با فیلم گل مریم به کارگردانی حسن محمدزاده و بعد با فیلم پرنده کوچک خوشبختی ساخته پوران درخشنده به سینما بازگشت. او در فیلم درخشانی چون دلشدگان به کارگردانی علی حاتمی هم بازی کرد. اگه فرنگی به قول خود وفا نکرد تو ولایت قربت اسیر و عبیر موندین، رفقای عزیزتون مجال چاره کار نمیدن. در چند سریال تلویزیونی هم حضور داشت، از جمله سریال درخانه یا سریال فروشگاه در سال 1375. قایم میکنی پاک میکنی. آخرین حضور شهلا ریاحی در سینمای ایران در فیلم نهنگ انبر 2 در سال 1395 بود. تو یه جمله کل زندگی رو برای ما میگید؟ نمیتونم بگم. شهلا ریاحی در سالهای اخیر در چند برنامه تلویزیونی حاضر شد، از جمله این برنامه. نویسم نامه ای بهر شما ها، ندانم از چه بگم از کجا. در برنامه‌ای در شبکه 3 هم او شعری را که خودش سروده بود جلوی دوربین خواند. از شما متشکرم. شهلا ریاحی در سال‌های اخیر به آلزایمر مبتلا شده بود. واقعاً اثر نسبتاً خوبی. این بازیگر مشهور سینما در سال‌های آخر عمرش در مرکزی در تهران نگهداری می‌شد. او در همین مرکز هم درگذشت.